سلام بینندگان عزیز. بر بنیاد گزارش های سال گذشته 277 زن در افغانستان در نتیجه خشونت های خانوادگی کشته شدند. رقم 277 نمیتواند تمامی ابعاد این فاجعه را نشان بدهد، برای آنکه در مناطق دوردست افغانستان زنانی هستند که در سکوت و خاموشی کشته می شوند و صدایشان به جایی نمی رسد و نامشان در هیچ دیوان و دفتری ثبت نمی شود. چرا همه ساله این فاجعه رو به افزایش است؟ چی دلایل اجتماعی فرهنگی دارد؟ آیا دلیل این امر به فرهنگ جامعه ما برمی گردد؟ به تاریخ جامعه ما برمی گردد؟ و یا هم عوامل ناشناخته دیگری هست؟ آیا در افغانستان هنوز زن یک شهروند دوم است؟ این موضوعات را با مهمانان خود در برنامه این هفته در میان میگذاریم. بانو لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، بانو انارکلی، هنریار، عضو مشران جرگه، بانو رویا دادرس، خنگوی وزارت امور زنان و دکتر وحید مجروح، کارشناس روانشناسی اجتماعی در بحث این هفته اشتراک دارند. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. خانم سلطانی، میخوام در از شما بخوام که در آغاز شما لطفا جزئیات این گزارش بتین که سال گذشته چگونه بوده وضعیت در برابر زنان و چی تعداد زنان کشته شدن و این ارقام چگونه به دست آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و بینندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. سال 1396 کم اف سابق یکی از سالهای بسیار خونینی برای مردم افغانستان و بخصوص زنان افغانستان بود. خشونت های خانوادگی عمو قسمی که همه ما و شما میدانیم یک از گرفتاری های جامعه بشری و یک از معضلات بسیار جدی فراری زنان افغانستان هستند که ما شما همه روزه میبینیم که سرخط اخبار در افغانستان و رسانه های افغانستان اخبار قتل زنان، تجاوز بالای زنان و انواع گوناگونی از خشونت های خانوادگی و همچنان آزار و اذیت زنان هستند. در گزارش سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت های خانوادگی باز هم به میزان بسیار بلندی به نشر رسید و 11% افزایش در قضایای خشونت علیه زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان دیده می شد. یعنی در سال 96 11% افزایش خشونت نشان می ده. بله، افزایش خشونت. در میان تمام موارد خشونت علیه زنان، حادترین نوع خشونت خشونت های فیزیکی است و در میان خشونت های فیزیکی که از لدکوب و ضرب و جرح و قتل اینا رو در بر میگیره، بی‌رحمانه ترین و عریان ترینش موضوع قتل زنان هستند که متاسفانه و بدبختانه در افغانستان تعداد زیادی از این قضایا با توجهات حیثیت ناموسی صورت میگیره و زنان به قتل میرسند. 277 مورد قتل زنان که شما همچنان ازش نام بردین در گزارش کمیسیون انعکاس یافتی آمار و این قضایا توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان مستند شده است که از این میان 46% در ساحات شمال افغانستان هستند، 22% در حوزه جنوب افغانستان، 15% در حوزه شرق افغانستان، 11% در حوزه غرب افغانستان و همچنان 3% در مناطق مرکزی افغانستان هستند. این حوزه ها که آلا فیصدی را شما نشان دادین با مقایسه سالهای گذشته تفاوتی را نشان میده، یعنی در جاهای کم شده و در جاهای افزایش یافته؟ بله، ساحات شمال افغانستان سال گذشته همچنان آمار به میزان بلندی بود، اما در سال جاری این میزان بلندتر هست. گرچه ما در کل قضایا رو به شما مقایسه نشان دادیم که 11%، ولی موارد همچنان به صورت مشخص در این گزارش شما چه فکر میکنین که آیا تمام موارد قتل امین 277 باشد یا اینکه گفته میشه که این تنها اون مواردی است که ثبت شده، یعنی میتونه که بیشتر از این بوده باشه؟ شما به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردید. سال گذشته ما 34 قضیه قتل زنان داشتیم و در سال البته سال 1395 منظورم هست، سال 1396 به تعداد 277 قضیه قتل زنان داشتیم که به صورت مشخص قضایای قتل زنان در حدود 8% افزایش نشان میداد و این نمایانگر این نیست که این قضایا در تمام افغانستان اتفاق افتیده باشه و توسط کمیسیون ثبت شده. تشکر از شما. بانو دادرس، یافته ها یا داده های وزارت امور زنان چگونه است؟ آیا شما چنین گزارش های را تایید میکنین یا غیر از این شما ارقام دیگه ای دارین؟ تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما و تمام دوستایی که اینجا تشریف دارن. در قدم نخست آماری که از طرف حقوق بشر اینا
ارائه کردن. آمار ثبت ها مختلف است و ثبتی که از طرف وزارت امور زنان صورت گرفته و چون توحید ازی فقط ما اضافه تر از 97 قضیه می باشه که قضیه قتل خانم است و ای از طرف وزارت امور زنان ثبت شده، چون شما می فهمید قضایا تنها از طرف وزارت امور زنان ثبت نمیشه بلکه ارگان های زیرت مانند ساران ولی است وزارت داخل است. چی فکر میکنین دلیل چیست که شما رقم شما دارین 97 یا مثلا 100 ولی یک تفاوت بسیار بزرگ است؟ کمیسیون حقوق بشر 277 مورد ثبت کرده. معلوم میشه که شما دسترسیتان به مناطق افغانستان کم است یا چرایی؟ نه خیر، هدف از این است که زمان که قضایا ثبت میشه خود خانم‌ها و یایی که اشخاص هستن که اینا به ولایت، مثلا در ولایت ما واحد های دومی داریم که ریاست ولایت های ماست، در این ولایت ثبت میشه و همه این جمع‌آوری میشه. این آمار است که خود اشخاص ثبت کرده، از طرف می خود دوسیه ثبت شده و این که خود حقوق بشر اینا که ثبت کردن شاید متفاوت است به خاطر که ثبت قضایا مختلف میشه. اما نظر به گزارشی که ما از خود گزارش قانون من خشونت علیه زن داریم، در اینجا یگانه ارگانی که بیشتر زنها در او مراجعه میکنن و این خود وزارت امور زنان میشه که تقریبا اضافه تر از 75% زنها در اینجا مراجعه دارن و علالش هم میره گفتن که چون وزارت امور زنان یک بخش است که بیشتر چون کارمنداشون زن هستن و زنانی که مرتکب خشونت میشن اینا میتونن که در اینجا مراجعه کنن. مشکلات خود تشکر به شما بیان کردم. بانو انارکلی، این 277 یک رقم است ولی میتونه یک پیام بسیار دردناک داشته باشه. حالا این گونه فکر کنیم که یک رویدادهای دیگه ثبت نشده، یعنی میشه گفت که هر روز در افغانستان یک یا مثلا یا دو زن در خانواده ها کشته میشه. این غیر از آن است که زنان ترور میشن، غیر از آن است که زنان در حادثه های انتحاری کشته میشن و زنان افسردگی دارن و زنان معتاد به مواد مخدر هستند. یعنی این میتونه برای افغانستان یک سیگنال، یک خطر بزرگ بوده باشه. فکر میکنید که در پارلمان، یعنی در مجلس مشران جرگه یا سنا، چقدر سر این مسائل بحث شده و چی بحث هایی صورت میگیره اونجا که ایره چگونه میبینن این مسئله را؟ شکر. به نام خدای بزرگ، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت مهمانان نهایت گرامی و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه تان. البته درست سال که گذشت، من هم تایید میکنم که یک سال پر سال بود که ما بیشتر از هموطنهای خود در حوادث مختلف از دست دادیم. خب آماری که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یا وزارت امور زنان ثبت شده که آمار تکان دهنده است. درستی که ما در حوادث مختلف بیشتر تلفات را می داشته باشیم، اما نمیدانم که خب بعض اوقات آمار کم بیشتر از مردم ما در حساب نمیگیرن، ولی 277 قضیه یا 97، به فکر ما اگر 10 قضیه هم در سال گذشته می بود قضایای کم نبود، قضایای قتل زنان که در ولایت مختلف رخ داده. ممکن این قضایا به نظر ما بیشتر باشه در ولایاتی که ناامن است یا نسبتا امن هستن، این قضایا بیشتر رخ می ده. خب طبعا در ساحات که ناامن است بیشتر نقص حقوق بشری افراد و تخطی از حقوق بشر رخ می ده. خب وظایف که پارلمان افغانستان مطابق قانون اساسی و طرز العمل داخلی خود داره، نمایندگی از مردم، وظیفه خاص چون قوای مقنن است، تصویب قوانین است و در پهلویش نظارت بر تطبیق قانون است. اول به وظایف خود اشاره کنم که خوب مجلس سنای افغانستان تانسته قوانین را تصویب کنه و خوبتر بوده ای که ما بیشتر قوانین را وقتی که بر ما میه ما از دید جندر میبینیم، نه تنها ای که کمیسیون مربوطه که در یار فعالیت میکنه، کمیسیون خاص داریم، کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر در پهلوی اعضای سنا خاصتا زنا در این قسمت توجه داریم که چگونه قوانین از کدام دید ببینیم. تا ای که فقط میخواستم بگم که شما مواردی حتما بوده که شما مثلا مسئولان وزارت امور زنان فراخوانده باشین و در این رابطه ها از اونها سوال کرده باشین؟ بله، بیشتر موارد بوده چون کمیسیون مربوطه این کار را انجام دادن و در کل در مجلس عمومی هم صداهای بلند شده، حتی قضایایی که در ولایت مختلف افغانستان رخ داده هیئت تعیین شده به یک کمیسیون رفته. یعنی میخواستم بگم که چقدر این مسئله در گوش مجلس باعث یک خطر بزرگ
میآید. مفهوم منظور میست که وقتی که همسالای قدر زن قتل میشه، کشته میشه، افسرده است، معتاد است. پس شما چگونه انتظار دارین که از این گونه خانواده ها که واحد کوچک یا اصلی جامعه را میسازه ما برسیم داشته باشیم یک جامعه سالم؟ یعنی پارلمان این بودی که برای آینده این بسیار زیاد مهم است، از این بودم به این مسائل نگاه میکنه و کدام طرح یا مسئله را بزرگتری را مطرح کرده؟ طبعا البته یک مسئله را اشاره کنم. خوب از مجلس سنا و خواستن در کل پارلمان افغانستان، خوب موارد بوده که بسیار جدی گرفته شده، ولی موارد بوده که اصلا جدی گرفته نشده در این مورد، و یا ای که صداهایی که بلند شده صداهای کمی بوده. یعنی خوب این مشکلات وجود داره در جامعه ما متاسفانه، که نباید باشه، چون اگر یک قضیه در یک خانواده در یک ساحه رخ میده تاثیر گذار است بالای تمام امو ساحه و این تاثیرات خود داره. و ما به صراحت بگویم که خوب در قسمت نظارت بر تطبیق قوانین که زنا هم در این قسمت، زنها را هم در بر میگیره، بیشتر موفق نبودیم. تشکر از شما جناب مجرو. این مسائل بسیار ریشه دار است، برمیگرده به یک سلسله عوامل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و چی و چی های دیگر. شما چی فکر میکنید که عمده ترین مسئله چیست که مثلا یک مرد میخیزه و زنش که چون توان فیزیکیش بیشتر است در خانه به قتل میرسانه؟ این چی عوامل سبب میشه که یک مرد تا این درجه به خشونت متواصل میشه؟ تشکر. من نخست عرض ادب و احترام دارم حضور بیننده محترمتان و مهمانای حاضر در بحث، و این نکته را تقدیر میکنم که حداقل امروز برنامه‌ای را در رسانه‌های ما در کنار برخوردهایی که به صورت سطحی با مسائل اجتماعی صورت میگیره داریم، که مشکلات و او چالش‌های روانشناختی اجتماعی را یک اندازه واکاوی میشه و ریشه های بنیادی ترش مورد توجه قرار میگیره. اینا در قبل از وارد بحث شم، رسانه‌های اجتماعی در جامعه، رسانه‌های صوتی تصویری و اجتماعی در جامعه امروزی ما در کنار رسالت خبررسانی، یک رسالت بسیار عمده در سمت و سو دادن و نظم بخشیدن به روان جامعه داره، و برنامه‌های عزیز است میتونه این رسالت به شکل بسیار خوبش ادا کنه. چیزی که در جامعه افغانستان، جامعه در حال گذار، ما شاهدش هستیم و متاسفانه یک فاجعه بسیار کلان را بار میاره، توجه بسیار ناچیز و نادیده گرفتن بود روانی و جامعه شناختی او سلسله مشکلات است که سیاست مدار ما، تاجر ما، مادر ما، پدر ما، محصل ما و رسانه ما زرنج میبره. یکی از کلانترین ننگ ها که روی نقاشی مخدوش موجود هست بحث نگاه بد ما، نگاه منفی ما، نگاه ننگاور ما نسبت به فعالترین، پویاترین و قویترین عضو جامعه ما خانم است. انسان از دید جامعه شناسی و روانشناختی اجتماعی در چند بستر رشد می‌یابد، در چند کانون رشد می‌یابد. اولینش خانواده است. در خانواده که پرسش ما همین است که وقتی که خانواده تو یک وضعیت داشته باشه، یعنی مرحله اولی شخصیت همونجا شکل میگیره. دقیقاً. یکی از همون بسترها و کانونهایی که طفل و انسان در او شخصیت شکل میگیره، تنها فیزیکش نه بلکه ماورای فیزیکش هم در او شکل میگیره، و کانون خانواده هست. کانون فرهنگ هست در جامعه‌ای که بیرون میشه، و نگاه ها و برخورد ها و ارزش هایی که انسان به اساس از او مقیاس میکنن، و کانون آموزش ما که در اونجا به انسان اون مهارت و اون ابزار و حربه های را میآموزه که تا زندگی خود به عنوان یک انسان سالمتر و کاملتر به شکل مؤثرش به پیش ببره. ما اگر سه کانون حداقل مشاهده کنیم، متاسفانه آسیب های اجتماعی ما تمامش ریشه در این سه کانون داره. نگاه ما در خانواده، هم نگاه خانم خانواده که بس فراتر نسبت به برنامه تان میخواه، که چرا امروز یک خانم هم نگاهش نسبت به خانم نگاه دوم هست، و این متاسفانه هم ارزش های نامناسب اجتماعی هست که به تکرار موجب شده که خیلی از باورها به صورت ناخودآگاه به ذهن ناخودآگاه فرد بره. دکتر سمید رو یک وقفه داریم، دوباره به شما برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما باشید پس از یک وقفه کوتاه.
دکتر سوال میشه که به گونه فشرده نتیجه گیری گپایتان را بیان کنین. در ادامه بحث هایی می بود که این نابسامانی اجتماعی و نگاه نامناسب نسبت به یکی از پویاترین بخش های جامعه از بستر خانواده شکل می گیره و در خانواده هست که ذهنیت فرد آماده میشه و واژه ها، ارزش ها، نگاه ها که در ابتدا نگاه سطحی و برخورد سطحی نسبت به او صورت میگیره، نسبت به خواهر، نسبت به مادر، نسبت به دختر و خانواده نگاه دومی هست و اولین معیاری که در اون مراحل مد نظر میگیره متاسفانه و ظرفیت های فیزیکی فرد هست که به عنوان یک ابزار کارا در فضای خانواده مورد بحث هست. یعنی شکلگیری ذهنیت اجتماعی امروز در افغانستان شروعش از تربیت خانوادگی میشه و تا زمانی که ما توجه در اون مرحله صورت انجام ندیم، تا زمانی که نگاه حمایی باشه که کدام وزارت مشخص چرا بحث خشونت علیه زن را چاره سازی نمی کنه، چاره یابی نمی کنه، تا زمانی که نگاهی باشه که مرد به عنوان عامل و مجرم و مستقیم این جفای اجتماعی ما باید مورد محاکمه قرار بگیره و او ریشه های اصلی را که ما به صورت ناگاهانه او را شکل میتیم رسیدگی نکنیم، ما به این مشکل رسیدگی نکنیم. نکته دوم که فشرده اگر خدمتان عرض کنم ایست که محیط های آموزشی ما متاسفانه آلوده و آگنده از این ویروس بسیار بد فکری روانی هست. برمیگردم به شما. سپاسگزار هستیم. خانم سلطانی، این تفاوت ارقام چرا هست؟ حالا خانم دادرس میگن که بیشترینه این قضایا به ریاست های وزارت امور زنان مراجع میشه، ولی شما یک رقم بلند ثبت کردین و اینا 97، یعنی تفاوت بسیار زیاد است. این تفاوت در چی است؟ آیا رقمی شما که ارائه کردین این اشتباه همیز باشد یا رقمی که وزارت امور زنان؟ به نظر من که رقمی که ما اشاره کردیم هم اشتباه نیست و رقمی که وزارت زنان ارائه میکنه هم اشتباه نیست، اما فرق در نوعیت و نحوه اجراعات و همچنان حدود صلاحیت نهاد هاست. به نظرم وزارت امور زنان میگه ما یک نهاد اجرایی هستیم، یعنی اینا قضایایی رو به نظرم ثبت میکنن که به اونا مراجعه میکنن. ما ادعا داریم، ادعا چی که بلکه وظیفه ما نظارت است و ما گرگان نظارتی هستیم. ما منتظر زی نمیشیم که قضیه بیای به کمیسیون ثبت شوه. وزارت امور زنان شاید در 34 ولایت افغانستان نمایندگی داشته باشه، ما در 14 ولایت افغانستان نمایندگی داریم. ما مثلا بر علاوه که در ولایت بلخ نمایندگی داریم، با یک نمایندگی ولایت بلخ سمنگان کار میکنیم، جوجان کار میکنیم، سرپول کار میکنیم، با نمایندگی که در ولایت هرات داریم بادغیس کار میکنیم، فرار کار میکنیم و امروز همچنان. یک قضیه که اتفاق میفته، مثلا شما شاهد بودین که یک هفته قبل از نوروز یک دختر خانم جوانی در ولایت پروان کشته شد. یعنی ما منتظر نبودیم که کسی بیا شکایت بکنه، خود ما دست به کار شدیم، قضیه رو مستند ساختیم و راجعه ساختیم به ارگان عدلی و قضایی. فقط میخواستم این سوالم با شما مطرح کنم که وقتی که این ارقام شما ثبت میکنین، قضیه رو دنبال میکنین، جستجو میکنین، تحقیق میکنین در ساعه که عامل این قتل ها چیست؟ غیر از مسائلی که فقر است و بیکاری است و این چیزا، فکر میکنین پشت سری از این حوادث دیگه چی عواملی نیفته است که این قتل ها را سبب میشه؟ یکی از وظایف بسیار مهم کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیگیری قضایا هست. ما زمانی که از رقم 277 مورد قضیه قتل زنان اشاره کردم، یاد مرا فراموش شد تا اشاره بکنم که عامل 51% از این قضایا فراری هستند متاسفانه و عامل 49%شان دستگیر شده. یعنی زمانی که یک قضیه رو بشنویم توسط جنایی یا از رسانه ها یا عملا در بعض ولایت افغانستان و ولسوالی ها ما رضاکار حقوق بشر داریم، وقتی بشنویم همکارای ما در قدم نخست مستند میسازه قضیه رو، با چندین ارگان باید مصاحبه کنیم، با منطقه باید بریم تا جای که امنیت اجازه میده، با خانواده هایشون باید مصاحبه کنیم، خوب متیقن شویم که قضیه اتفاق افتاده. بالاخره پشت سر این عوامل این رویداد بعدن پافشاری داریم بالای جنایی افغانستان سر دستگیریان از کابل مکتوب ارسال میکنیم به وزارت داخله افغانستان، به سارون والی افغانستان لطفا مجرم دستگیر کنین. در خط مثال ارزیابی میکنیم که چقدر از قضای عاملینشان دستگیر شده. یک مسئله. مسئله دوم، شما گفتین که چرا قضا روز بروز زیاد میشه و یا یکی مثلا در بروز هم چه عامل بله، یعنی عوامل ناشناخته ای را که تازه شما با او برخورده باشین که غیر از این مسائل چنین چیزهای دیگه هم وجود داره. یکی از این مشکلاتی هست، عواملی که بسیار موثر است در بروز هم چه قضایا، عدم برخورد قاطعانه با مجرمین هست. شما اگر شاهد باشین هر سال زمانی که ما گزارش نشر میکنیم واکنش از جانب
وزارت داخله و سرنوالی افغانستان میشنوید. مگر هر قضیه ای که با مراجع شده، یعنی شما فکر میکنین که چون برخورد قاطعانه نمیشه یک افراد فکر میکنن ما مسئول هستیم؟ من هدفم سری است که اون عاملی که سبب بروز اون جنایت میشه و غیر از او چی بوده باشه؟ یک دلیلش عدم برخورد قاطعانه است، چون جرأت میتن به باقی کسایی که میخواهن و چنین کار را انجام میتن، میگن فلانی فرار کرد، ما هم همچ کار را انجام میدیم و فرار میکنیم. شاید شما شاهد باشین که از 8 محکمه صحرایی که در سال 1396 به وقوع پیوست، فقط صرف در قضیه تخار یک چند نفر دستگیر شد، مطابق قضایای کلشان عاملین شد. تشکر خانم سلطانی، از شما برمیگردیم. بانو دادرس، چرا این گونه رویدادها رو به افزایش است؟ ما دست کم این 16 سال است که نهادهای مدنی وجود دارد که در رابطه با آگاهی، در رابطه با مسائل آموزش مدنی، کمیسیون حقوق بشر وجود داره، وزارت امور زنان وجود داره، که مردم از ذهنن از یک زندگی خشونتبار فاصله بگیرن. چرا این رویدادها رو به افزایش است؟ تشکر. میزان خشونت با وجودی که افزایش نشان میده، مگر باز هم یک بود مثبت داره. بود مثبت از این است که امروز خانم های توانایی را به وجود خود یافتند که بتوانند به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کنند، و همچنان یکی که اعتماد خانم ها به ارگان های عدلی و قضایی نسبت به سابق زیادتر شده، و همچنان ایجاد بعض سرانوالی های اختصاصی که در 34 ولایت اینا سرانوالی های اختصاصی من خشونت علیه زن است، اینا فقط در بخش خشونت زن ها فعالیت دارند. این باعث شده که شما باورمند هستین که میزان خشونت ها بیشتر شده، یا ای که شما میخواین بگوین که نه، میزان خشونت ها زیاد نشده بلکه مراجعه بیشتر شده؟ شما کدام؟ خشونت ها قبلا هم بود، اما امروز ما میبینیم مراجعه و ثبت قضایا بیشتر شده. و یک مشکل دیگه که هم هست ای است که ما با تمام ارگان های زیرب که در بخش ثبت قضایا کار میکنن، یک دیتابیس آنلاین نداریم که همه با هم یک جای، یعنی بتانیم که کدام قضایا ثبت شده و کدام نشده. قضیه که از طرف وزارت امور زنان ثبت میشه، بعضا تکرار از طرف حقوق بشر هم ثبت شده، و یا که از طرف وزارت داخله هم ثبت شده. این یک چالش است که باعث میشه که خود آمار قضایا را ازدیاد نشان میده، و ما بیشتر تلاش به این داریم که یک چرا مثلا وزارت امور زنان پیشگام نمیشه در یک کار مشترک، یک برنامه مشترک ما بین این نهادهایی که در این زمینه کار میکنن یک برنامه مشترک داشته باشه؟ ما خود وزارت امور زنان یک دیتابیس آنلاین داریم که از طرف خود سازمان ملل ایجاد شده. یعنی تمام دوسیه‌ای که ثبت میشه از طریق همین دیتابیس آنلاین ثبت میشه. مگر مشکلی است که با وزارتخانه های زیربط، ارگان های زیربط که به ثبت قضایا اینا هم قضایا را ثبت میکنن، ما نمیتونیم با اونا شریک باشیم. ما نظر به پلان جدیدی که ما روی بعد از اینکه شما این رویدادها را ثبت میکنین، بعد از او شما چی کار میکنین؟ یعنی ثبت رویدادها این کار را که من هم کرده میتونم، حالا من میتونم برم در ولایت ثبت کنم، میره بسیار چی، ولی شما پس از برای چی ثبت میکنین؟ وقتی که ثبت کردین چی کار میکنین؟ وزارت امور زنان تنها ثبت قضایا نه، زمانی که قضایا ثبت میشه در قدم نخست ما ریاست داریم به نام ریاست حقوق است، و همچنان ریاست حقوق است که نو قضیه را ثبت میکنن. بعد از او یک نشست صورت میگیره، اگر قضیه بتونیم از طریق میانجیگری قضیه حل فصل شوه، ما در اینجا همه وکیل مدافع داریم که نو میتونن که با نشست قضیه را حل فصل کنن. و زمانی که قضیه حل فصل شد، جنبن میتونن که دوباره طرفین قناعت بدیم. اگر دیدیم که ما قضیه بود جزایی داشت و این قضیه هات بود، پس اگر طرفین قناعت نکردن، ما این دوسیه را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی تا ارگان های عدلی و قضایی پیگیری کنن که قضیه جرمی است و چیگونه باید به این جزا تعیین شود. خانم سلطانی گفت که از شماره اینقدر رویداد 35 عاملین دستگیر شده، عاملین این رویداد 49% دستگیر شده و 51% فراری هست. اینا که دستگیر شده، شما مثلا شما نهاد دولتی هستین، یعنی بیشتر میتونین در این زمینه موثر باشه، چی مثلا برای دستگیری اینا چه کار شده؟ برای دستگیری اینا زمانی که قبلا خشونت که صورت گرفت، مثلا یکی از محاکم صحرایی بود، و این خانم در منطقه بود که تحت تسلط حکومت بود، و در قدم نخست ما تانستیم که به زودترین فرصت در اثر در قدم نخست ما یک گزارش داشتیم که اولا یه عمل تخبیه کردیم، در قدم نخست برمیگردیم دوباره. تشکر از شما. بینندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به شما برمیگردیم.
انارکلی، شما چی فکر میکنین که چرا این در افغانستان این خشونت ها رو به تزاید است؟ تشکر. البته من فکر میکنم که رو به افزایش نیست، بوده است، ولی آل زمینی از این مساعد شده که آگاهی ها بیشتر شده و تعداد مراجعین بیشتر شده. اما در بعضی از قسمت ها، فرض مثال اگر ما اشاره میکنیم به خودسوزی خانما که آمارش دقیقا در این سالا کمتر معلوم میشه، یا خودکشی یا به قتل رساندن که امسال شاید 277 قضیه بودیم، این قضایا در حال کم شدن و زیاد شدن است. کی ارتباط میگیره؟ خب نظر به این که افغانستان یک کشور است در حال جنگ و بیشتر قضایا در این قضایا، یک تعداد از قضایا در ساحات رخ میده که خب یا نسبتا امن است، خب از ناامن خب ما کدام گزارش نمیتونیم داشته باشیم، و یا در ساحات دوردست است، و یا اگر در شهرها رخ میده، خب بالاخره طور که خانم لطیفه گفتن که چون بیشتر عاملین از اینا فرار میکنن، طبعا در ساحات میرن که تحت حاکمیت حکومت افغانستان نیست، مخالفین هستن. خب به هر صورت ای باعث میشه که این قضایا در بعضی از نقاط دیگه افزایش پیدا کنه. خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش نیست. در بعضی از موارد، در کل افزایش نیست، من اما فقط به این خاطر این سوال مطرح میکنم که یعنی در گذشته ها که مردم به حافظه دارن، یک چنین حادثه هایی که در هرات رخ میداد مثلا، صدایش در بدخشان هم شنیده میشد به واسطه چیه که مردم رابطه‌ای که داشتن، ولی حالا همه روزه از طریق رسانه ها یا غیر رسانه چنین چیزهایی دیده میشه. معلوم میشه که یک حرکت بسیار نامیمونی در حال پیشروی است در افغانستان. که نظر ما، فکر ما است که چنین قضایایی بوده، ولی حالا هم ما ممکن طور که گزارش کمیسیون حقوق بشر نشان میده، فیصدی آمار که نزد از اینا ثبت است در ولایات شمالی بیشتر نشان میده. اما ما فکر نمیکنم که تنها قضای خشونت در ولایات شمالی است، در ولایات مختلف کشور است، اما فرق میکنه. یک دلیلش عاملش ناامنی است، دلیل دیگهش که بیشتر در ساحات که رسوم و عنانات ناپسند به حد حاکم است، که چون هر چقدر برنامه های آگاهی دهی هم بوده تاثیرات خود بیشتر نداشته، نتانستن خانم ها مراجعه کنند به ارگان های عدلی و قضایی یا ارگان هایی که بتانند آمار از اینا ثبت شده. به این خاطر یک دلایلش امیسته. طور که قبلا اشاره کردم، بعضی از موارد است که تعداد افزایش نشان میده، که دلیلش هم گفتم که چون وقتی که یک قتل یک خانم صورت میگیره، عامل شر کسی که است، برادرش است، شوهرش است یا پدرش است، چون وقتی که فرار میکنه، خب در او ساحه یک مسئله است که خب بیشتر در افغانستان قتلای ناموسی رخ داده، و این باعث میشه که اینا به نحوه در او ساحت، چون قانون بالای از او تطبیق نشده، یعنی یک رقم تشویق شوند و در آینده قضایا رخ بده. چون خود تطبیق قوانین به اساس ضرورت جور بشه و تطبیقش بر علاوه ازی که روح قربانی را تسکین میکنه، در پهلوی از او جلوگیری میکنه، یعنی پند و عبرت بر جامعه میباشه. چون در ساحاتی که وقتی که عامل قضیه فرار کنه و در ساحات بره که ناامن است، طبعا در اوجه قانون در این راستا تطبیق نشده، و در اوجه وقتی که قانون تطبیق نشد، پند و عبرت بر دیگران نبوده، و باعث میشه که چنین قضایا افزایش پیدا کنه. جناب دکتر مجروح، میخوام یک مقدار زیربنایی تر بیاندیشم به این مسئله یا مطرح کنیم. بسیاری ها باور دارن که تهداب خشونت علیه زن، یا همین فکری که زن همیشه فکر کنه که من یک موجود یا به اصطلاح شهروند یا عضوی دوم خانواده هستم، از خود خانواده ها به وجود میاد، و که در گام نخست مادران خودشان مقصر هستند. یعنی به این معنی که مادران به گونه‌ای دختر خود را تربیت میکنند که ایست کنه که من نسبت به برادر خود یک درجه پایین تر هستم در اینجا. و در گذشته ها ما یک سرزمینی بودیم که در برابر زنان خشونت وجود داشته. فکر میکنین که این سرزمین یک سرزمین زن ستیز است؟ بسیاری چیزا به سنت های تبدیل شده که اون سنت ها را دیگر نمیشه که از زندگی اجتماعی و فرهنگی بیرون راند، و حتی
گاهی بسیار بدبینانه مطرح میکنن که مردان در افغانستان بیش از این که برای این مسئله مسئولانه بیاندیشن، فقط به خاطر تظاهر ظاهری میتونن بگن که ما چیه، ولی در ذهن خود همیشه زن در ذهن اونا یک شهروند دوم است. شما چی فکر میکنید؟ تشکر. انسان یک حیوان اجتماعی هست و در یک اجتماع همیشه رشد میکنه. شما هیچ وقت نمیتونین که یک مشکل اجتماعی را، مشکلی که به روان اجتماع ربط داره، او را منحصر به فرد و تک بودی مطالعه کنین. بحث خشونت خانوادگی، خشونت اجتماعی علیه زنها یکی از عمده ترین عناوین مقوله است که از این بود قابل پردازش هست و این را شما نمیتونین با نگاه تک بودی یک مشکل چند بودی را تحلیل تجزیه کنین. در بحث نگاه نامناسبی که فعلا نسبت به زن در جامعه و در خانواده موجود است، همه مقصر هستیم و خواهرای ما، مادرای ما از ما مبرا نیستند. در تمام فرهنگ ها، ولی مخصوصا در جامعه سنتی مثل افغانستان، هم میزان زمان و تماس فیزیکی مادر با فرزند نسبت به پدر بیشتر هست، هم تاثیرگذاریش بر فرزند بیشتر هست و فرزند در بستر خانواده رشد میکنه. پس بیشتر ارزش های فکری و قالب های فکری که به او القا میشه از طرف مادر میشه. عضو دوم خانواده که بیشتر با او بود و باش داره خواهرش هست. خب دنبال مثبت منفی بحث نمیگردیم که چرا خواهر مادر در خانه بیشتر هست، ولی اگر چیزی رو خیلی واقع بینانه بر نگاه کنیم، است که زمان حضور مادر و خواهر در کنار کودک خانواده به مراتب بیشتر هست. میزان پیوند عاطفی که بین اعضای خانواده موجود هست، مطمئنا غنای عاطفی مادر و فرزند، خواهر و برادر نسبت به پدر و فرزند بیشتر است. حالا این تاثیرگذاری اگر مثبت هم هست، میراثش برمیگرده به مادر، اگر منفی هم هست، خب از نقش پدر نمیشه انکار کرد، به خاطر که نانآور خانه هست، تاثیر اقتصادی و رهبری خود در خانواده داره. شما فکر میکنین که در افغانستان بی آنکه ما خواسته باشیم یک ذهنیت خشونت آمیز از نسلی به نسل دیگری انتقال میکنه؟ دقیقا. اون شیوه تفکر مادر به دخترش و بعد اون همون گونه انتقال میکنه و در حقیقت ما خشونت خانوادگی از گذشته به امروز خود ما انتقال داریم. خشونت متاسفانه یک میراث تاریخی است و منحصر به جامعه افغانستان تنها نیست. شما اگر جامعه دیگر را مطالعه کنین، بحث شما اگر کتابای جامعه شناسی و روان شناختی اجتماعی را بخونین، بحث نیست که بگن تنها خشونت منحصر به یک جامعه مشخص است. و این متاسفانه این موج خب در این به صورت گذرا هر کس در این موج چی میگین که بسیاری ها اعتقاد دارن که خشونت مانند یک غریزه در خمیره یا هستی یا انسان است. بعضیا میگن نه، خشونت یک در حقیقت یک چیزی هست که انسان از محیط اجتماعی خود به دست میاره. اگر شما محیط اجتماعی را انسانی و عاطفه بار بسازین، انسان ها با عاطفه بار میان و اگر قدر این محیط اجتماعی خشن شوه، شما فکر میکنین که این تناسب چگونه است؟ خلاف علوم طبیعی، در علوم اجتماعی هر بحثی را که شما بخواین واکاوی کنین، اختلاف نظر میان ایده هم دیدگاه های متفاوت موجود است. یکی از بحث های بسیار کلانی که در علوم اجتماعی و در جامعه شناسی مطرح است، بحث کسبی بودن یا ذاتی بودن بحث خشونت بین انسان ها است. انسان ها به صورت ذاتی 30% میتونن که میراث ببرن مشخص های ژنتیک خود، 70% دیگر شما نرمال میتونین در یک محیط خانوادگی در کانون هایی که ما براتون از بود جامعه شناختی براتون توضیح دادم شما رشد میابین. کانون خانواده، کانون فرهنگ و کانون آموزش شما تأثیر پذیری دارین و تأثیر گذاری دارین. انسان در تمام حیات اجتماعی خود در حال مراوده هست، یا میگیره بعض ظرفیت ها و ارزش ها را یا واگذار میکنه به جامعه. چیزی را که ما مشخص میخوایم که از بحث زیاد بیرون نشیم در مورد نقش خانواده، تا زمانی که ما این مبحث بسیار مهم را درک نکنیم و این پیام مخصوصا رسانه های ما و نهادهای مدنی ما القا نکنن به جامعه که فضای خانواده عمده ترین فضای آموزش و پرورش هست، فضای آموزش کانون دوم هست که میتونه آینده یک جامعه را شکل بده. ما گیریم حیات زندگی امروز و مادر و پدر قربانی هست، ولی حداقل بتانیم ما حیات و اوزه اخلاق روانی فرزندان ما را برنده تشکر. تشکر از شما دکتر. با
خانم سلطانی، یک انتقادم وجود دارد که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود دارد، در مورد وزارت امور زنان، در مورد پارلمان، نهادهای مدنی. گفته میشه که از بسیار چیزها اینجا به صورت سیمبولیک یاد میشه، مثلا هشت روز زنان است، روز تجلیل از مادر است، روز جندر است، روز چی، یک جمع میشن، یک محفل های گرفته میشه و سخنرانی های میشه و بعد تمام. در حالی که اگر ما میگن که اگر قرار بر این باشه که بر ضد خشونت و آن هم از همه بیشتر که مادران باید ذهنیتشان آگاه شود کار شود، یک پروسه طولانی ملی کار است، ولی این نهادها همیشه بدنبال به اصطلاح برنامه های پروژه است، در حالی که باید به صورت پروژه ای کار بکنند. نظر شما چیست که آیا هنوز هم در افغانستان همین گونه پروژه ای کار میشه در مورد زنان؟ زن یعنی یک موضوع بحث روزمره هستند. خب هدف از پروژه بودن موضوع بالمقطع بودن برنامه هاستند در سطح ملی که متاسفانه بعض از نهادهای غیر دولتی که انتفاعی بودن و یک سری کارهای را انجام دادن، مثلا در یک ولایت توجه بیشتر صورت گرفته، در ولایت دیگه توجه کمتر صورت گرفته و این باعث خشم یک تعداد افرادی شدن که اونها هم حق دارن. ولی در کل مسئله پروژه و مسئله بودجه کلن یک موضوع است که خود دولت افغانستان به او سر کار داره، ولی فرق میکنه بعض پروژه ها دراز مدت است، بعض پروژه ها کوتاه مدت است. منظور من از این یادآوری پروژه این بود که بحث های روزمره است، یعنی به حیث یک مشکل حاد اجتماعی که در آینده میتونه جامعه را با یک وضعیت بسیار ناگوار روبرو کنه این مطرح نمیشه، عوامل به صورت همه جانبه شناسایی نمیشه، برنامه های دقیق متناسب به وضعیت جامعه روی دست گرفته نمیشه، به یک فراخوان ملی تبدیل نمیشه. و بحث ما این بود که چرا این گونه نمیشه؟ اشاره شما هم دقیق است. در قسمت دوامدار بودن برنامه ها که تاکید کمیسیون حقوق بشر همچنان بر این بوده که دولت استراتژی ها و پالیسی های دراز مدت را باید روی دست بگیره تا برای موزلات خاتمه داده شود. کمیسیون از مدت 15 سال کار میکنه. اگر ما یک پروژه کوتاه مدت میداشتیم وقتی قطع میشد. ولی بر سالهای متمادی همچنان متعهد از کار بکنه در سطح ملی با عنوان یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر نظارت بکنه. کارهایی که بسیار مؤثر و مشخص کمیسیون انجام داده، بلند بردن سطح آگاهی مردم بوده که کمیسیون برنامه های را با طیف های وسیع است جامعه داشتن، از مکتب گرفته تا دانشگاه، دانشگاه خصوصی، دانشگاه های دولتی، قضات، سارنوال، پولیس، با عامه مردم. پرسش دیگه من میشه این گونه وجود دارد که از کمیسیون حقوق بشر تا نهادهای مدنی اینها همیشه بدنبال صدای دولت میرن، وقتی که دولت مسئله را مطرح کرد با اینا عکس العمل نشان میدن، دولت مثلا نشست های درباره زنان میگیرن با شما میرین یک سخنرانی میکنین، فشار شما به حیث یک نهاد بسیار با اعتبار و فراگیر در کشور در حل این مشکلات چی بوده؟ یکی از فشارهایی که کمیسیون به عنوان یک نهادی که در چوکات دولت ایجاد شده ولی در عین حال مستقلانه عمل میکنه برای دسترسی زنان افغانستان به عدالت است، که خوشبختانه ما میبینیم که امروزه در شهرهای پرجمعیت افغانستان یعنی میزان دسترسی زنان به عدالت بالای 60% رسیده. در شهرهای پرجمعیت افغانستان، در کابل ما نزدیک 80 و چند فیصدی از زنان سراغ داریم، زنان قربانی خشونت که به عدالت دسترسی پیدا کردن. اما این قناعت ما رو فراهم نمیکنه، بازم مجبور صدا بزنیم که توجه دولت در استانهای افغانستان بیشتر جلب شه. خانم دادرس، وزارت امور زنان برای تأمین حقوق مدنی و شهروندی و حقوق بشری زنان مصروف چه کارهایی است؟ چه کارهایی میکنه؟ تشکر. پلان های قبلی ها بود در حالت تطبیق است. در غیر از او هم چه پلان ها مثلا؟ وزارت امور زنان ما خواستیم یک پالیسی حق ملکیت خانم هاست که از طرف وزارت امور زنان طرح شده و این هنوز نهایی نشده، چون مسوده است و بعد از مسوده ما میتونیم که به نشر برسانیم که حق ملکیت بر زن هاست، که واقعا یک بخش است که قبلا همچو یک پالیسی وجود نداشت. ما میخواییم با تطبیق از حق ملکیت میراث بر زنان. وزارت امور زنان چه وقت پایه‌گذاری شد؟ در سال 80 تقریبا. من میخوام سوال مهم است که یکی از پاسخهایی که همیشه وزارت امور زنان داره است که میگه ما یک وزارت پالیسی ساز هستیم. تا حال چند پالیسی ساخته و این پالیسی را برای چی میسازید شما؟
یکی که ما برتون بگیم وزارت امور زنان تنها پلیسی ساز نیست، ما بلکه مطابق مو مقرره و صلاحیت های کاری ما بلکه بخش اجرایی هم داریم و در ضمن وزارت امور زنان یک وزارت نظارت کننده از تمام ارگان هایی میشه که در بخش زنان کار میکنه و یکی هم هماهنگ کننده کارهای در بخش زنان هستیم. وزارت امور زنان در بخش تمام وزارت خانه زیر ربط که در بخش زنان فعالیت میکنه، یکی که ما نظارت از کارکردشان داریم و دیگه هم هماهنگ کننده کارها میشیم. مثلا وزارت امور زنان نمیتونه در تمام بخش های خانه ما رسیدگی کنه. وقتی ما یک چالش یا مشکل خانه ما رو درک میکنیم، ما هماهنگی میکنیم با وزارت خانه های زیر ربط تا اینا رسیدگی کنه به هم مشکلات خانه ما. مثلا سمپوزیومی که ما دایر کردیم، در قدم نخست ما چالش و مشکلات خانه ما را شناسایی کردیم. به خاطر تطبیق از تنها وزارت نمیتونه سهم بگیره. میبینید مشکلات شما چگونه شناسایی کردیم؟ میخواستم میره بگویم که برای شناسایی مشکلات اجتماعی باید در ساحه رفت، تحقیق ساحوی کرد. وزارت امور زنان تا حال چقدر این کار را کرده؟ بله. ما میخواستم امیر بگیم ما در دو زونه که ما سمپوزیوم دایر کردیم، هدف از این بود که سمپوزیوم چرا در زون گرفتیم؟ چون بیشتر از خانم‌ها هستن که نمیتونن در مرکز مراجعه کنن. ما این را بر زون به منظور گرفتیم تا ما بتونیم با خانمایی که واقعا اینا خانمایی بودن که واقعا دسترسی در مرکز نداشتن، معظم چه خانم‌ها دعوت کردیم و مشکلات و چالش‌هایی که صدرای خانم‌ها داشت اونا رو شناسایی کردیم، پلیسی ساختیم و به خاطر تطبیق از قطعنامه. حالا فکر میکنین که میخوام سخنان آخرین شما رو بگیریم، چگونه عبور باید کرد؟ یعنی به نظرتان چی کارهای بسیار مشخصی باید صورت بگیرد که دست کم دیگر یک مرد در خانه برنخیزه و خانم خود به قتل نرسد؟ یکی بخش آگاهی هم است که یکی از بود کاری وزارت امور زنان است و تمام مؤسسات است که کار انجام میتن تا ما بتانیم ذهنیت تغییر بدیم و یک آگاهی هم است. و در ضمن دوم به خاطر از اینکه ما بتانیم همه آمار خشونت هایی که بسیار مختلف است و به شکل مختلف نشر میشه، طرفدار از هستیم که ما یک دیتابیس آنلاین ملی را ما تقاضا کردیم که به سال جدید که با ساختن از این ما میتونیم بگوییم که یک با هم یک جا شه و بتونیم که یک نظر ما داشته باشیم و دیگه هم یعنی معلوم میشه که شما هنوز به یک وحدت نظر نرسیدین. در 15 سال بنیادای زیر هدف از وحدت نظر نیست، هدف از این است که ما یعنی شبیه کار مشترک داریم، اما با وزارت داخله، وزارت لوی سارانولی و همچنین حقوق بشر که اینا هم ثبت میکنن، اینا با ما یک جا نیستن. میخوایم که همه با هم یک جا ثبت شه تا بتونیم که از تکرار قضیه جلوگیری کنیم. از گپای شما ما اینطور دریافت کردم که وزرای سابقه هم هیچ کاری نکردن، یعنی در حال تازه شما دارین این کار رو شما ببینین. همیشه وزارت چرا یک وزارت زنان رو شما همیشه زیر تایید میگیرین که کار نکردن؟ وزارت امور زنان کارهایی که کرده که واقعا امروز ما میتونیم که امروز حقوقی که زنان مثلا به دست آوردن، امروز ما میتونیم بعض سارانولی های اختصاصی که به خاطر من خشونت ایجاد شده، کمیسیون های من خشونت در 34 ولایت فعال است. پس اینا کار نیست چی است؟ شما میخواین چی کنه وزارت بر شما؟ تشکر از شما. بینندگان عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. بانو انارکلی، این درست است که این مشکل تنها مسئولیت یک وزارتخانه نیست، مشکل اجتماعی است، ولی هر کسی باید سهم خود ادا کنه. شما فکر میکنید که چی باید کرد اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه و در خانواده زنان به قتل برسد، زنان افسردگی داشته باشه، زنان به طرف اعتیاد برسد، باز این جامعه چگونه خواهد شد؟ پیشنهادهای شما چیست؟ بسیار فشرده که به لحظه های آخری برنامه رسیدیم. بله، البته درست که خشونت علیه زنان یا مشکلاتی که امروز وجود داره ای در یک روز، در دو روز، در سه روز حل نمیشه، به مدت زمان ضرورت است. آگاهی آمد، تغییر در ذهنیت و جامعه، ذهنیت مردم در پهلوی از او تطبیق قوانین است. درست امروز ما اگر قوانین به نظر ما قوانین خوبی داریم در این راستا، اما تطبیق قوانین یکی از مسائل است که ما را بیشتر کمک میکنه و به عاملین، کسای که عاملین چنین قضایا هستند، به مجازات رساندن از اینا. اینا مسائل است که میتونه ما را بیشتر و خوبتر کمک کنه. در کل ما بیشتر اشاره میکنم، میخوام که درباره پارلمان بگم. شما کمیسیون هایی هم دارین که برای تامین حقوق زنان کار میکنه. پارلمان هم فقط سخنرانی میکنه، یعنی پارلمان چقدر فشار میتونه بالای دولت بیاره که بیشتر به صورت عملی در زمینه کارهای بیشتر صورت بیاره؟ البته خب من اشاره بر مجلس خود دارم که همیشه کمیسیون مربوطه ما
همیشه با وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، نهادهای مدنی در رابطه بوده و همیشه مجالس استجوابی گرفته شده. خو نظر به وظایف که قانونن بر ما قانون اساسی داده و طرز عمل داخلی ما، درست که ما در پهلوی ازو که قوانین را میسازیم، میتونیم که چنین مشکل با استجواب ارگانهای دولتی و غیر دولتی راجع بسازیم. امسال سال بود که پارلمان افغانستان البته این طرح از طرف مجلس ولسی جرگه طرح شد و بعد از هر دو مجلس تصویب کرد که قانون اذیت و آزار خانما چی در محیط کاری است، چی در محیط اجتماع است. جناب دکتر مجروح، شما بگوین که چی باید کرد؟ ما در نکته یک نکته که کمتر به اشاره شده است که از افرادگرایی و ایدئالگرایی باید هر دو عضو جامعه بیرون شه. ما باید به این باور برسیم که در کدام قرینه اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های اسلامی زندگی میکنیم. ما باورم بر این است که در کنار از اینکه مرد یکی از عوامل عمده خشونت علیه زن هست، در موارد هم موجود هست در سالهای اخیر که زیاده‌خواهی‌هایی که مطابقت با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی ما نداره و با ظرفیت‌های اقتصادی مرد در یک خانواده یا با فهم روانی مرد نداره، موجب بروز خشونت شده. نکته را که ما بسیار روش تاکید میکنیم است که ما روی آموزش هر دو عضو خانواده بسیار کار کنیم، روی تنها آگاهی یا منی ما باید از ذهن بریم به تغییر از تغییر ذهنیت باید آغاز کنیم و تمرکز ما روی باشه. ما باید نظام آموزشی خود در مکتب تغییر بدیم. شما یک مثال هم ندارین در رسانه های ما و در مکاتب ما که ما آموزش داده باشیم چطور شوهر خوب باشیم، چطور خانم خوب باشیم. تا زمانی که اون پیوندهای عاطفی و ارزشی معنوی را بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر شما توسعه نتین، به او تمرکز نکنین، با نگاه ابزاری به بحث جندر که در سالهای گذشته آنچنان ذکر کردین، به خاطر دریافت پروژه و ابزار برای جذب پول و شهرتهای کاذب اجتماعی، نگاه ما به بحث زن ای باشه، ما دستاورد پایدار نخواهد داشت. تشکر از شما. بانو سلطان، بسیار کوتاه ثانیه های آخر است، میخوام نظر شما را بشنوم که چی باید کرد. برای کاهش خشونت علیه زنان و برای اینکه یک جامعه بهتر از امروز ما داشته باشیم، حاکمیت قانون بسیار ضرور است. تامین امنیت که بیشتر برای تمام کارهای مثبت در افغانستان هست و در قدم بعدی تقسیمات فرهنگ سازی کارهای بسیار کم صورت گرفته. ما برای بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به حقوقشان کار میکنیم. وزارت های کلیدی باید بر فرهنگ سازی کار بکنند، برای اینکه تغییر ذهنیت صورت بگیره و تنها آگاهی کافی نیست. تا زمانی که سلوک مردم، دید مردم و عملکرد مردم تغییر نکنه، ما شاید وضع بهتر از امروز نخواهیم. فقط میخوام بگم چگونه به همین اهدافی که شما گفتین برسید. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، وزارت امور زنان افغانستان، وزارت حج و اوقاف افغانستان، اینا در قسمت تهیه فعالیت های فرهنگی و پخش و نشر برنامه ها بسیار نقش کلیدی دارن. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا هفته آینده و بحث بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.